با فصل دوم شیمی هفتم در خدمتون هستیم با موضوعیت خصلت مواد پیرامون ما. ما تو فصل گذشته اومدیم در مورد مواد ریز شدیم. اومدیم خود مواد رو بررسی کردیم که از چی تشکیل شدن. الان میخوام بیام در مورد خصلتشون صحبت کنیم. یعنی چی؟ ما توی فصل پیش مواد رو تقسیم بندی کردیم و شناختیم. الان میخوام یاد بگیرم مواد رو من چجوری بیام بهبود ببخشم خصلتاشون رو و از اونها توی زندگیم راحت‌تر و بهتر استفاده کنم. مواد پیرامون ما زندگی امروزه دستخوش دگرگونی‌های صنعته. از جمله این پیشرفت‌ها میتوان به آلیاژ سازی اشاره کرد. آلیاژ یعنی به مخلوط دو یا چند فلز به همراه کربن گفته میشه. خب دقت داشته باشید، آلیاژ مخلوط دو یا چند تا فلز رو با هم یا کربن هم میتونه تو اونها باشه. چه زمانی من از آلیاژ استفاده میکنم؟ زمانی که بخوام خصلت یک ماده رو افزایش بدم. شما توی ساختمونی که الان قرار گرفتید مطمئنن تو اون ساختمون از آهن استفاده شده، اما آیا اون آهن خالصه؟ اصلا، ابدا، مطلقا. چرا؟ آهن خالص نرمه. آهن خالص رو من اگر تو ساختمون استفاده بکنم یه آجر بذارم روش، بعد 10 روز میریزه پایین ساختمون. نرم یعنی شکل پذیره، من میتونم شکل اون رو تغییر بدم. من میخوام از آهن استفاده کنم تو ساختمون سازی که استحکام ساختمونم بره بالا، بتونم یه 5-6 طبقه بسازم برم بالا، بعد در ازای اون برم توی زندگی بکنم که خیالم راحت باشه، نمیخوام که خودکشی کنم که. پس بنابراین میام آلیاژ آهن رو استفاده میکنم، یا با فلزات دیگه ترکیبش میکنم یا با کربن. دقت داشته باشید، کربن اگر با فلزات ترکیب بشه آلیاژ میشه، اما نافلزات دیگه حق ندارن تو فرایند آلیاژ سازی استفاده بشن و اگر هم استفاده شدن دیگه به اونها آلیاژ گفته نمیشه. خصلت برخی مواد رو میخوایم با هم بررسی کنیم. گوگرد. گوگرد بلورهای زرد و کدر در دهانه آتشفشانهای خاموش و نیمه فعال یافت میشوند. خب گوگرد چیه؟ یک بلور زرد رنگه، رنگش زرده، که در دهانه آتشفشانهای خاموش و نیمه فعال. چرا خاموش و نیمه فعال؟ چرا روشن نه؟ چون اگر روشن باشه گوگرد میسوزه، آتیش میگیره. من که نمیخوام گوگرد سوخته تحویل شما بدم، من گوگرد رو زرد میخوام. به خاطر همین اگر قرار باشه گوگرد خالص رو من به دست بیارم، باید برم سراغ آتش فشانهای خاموش یا نیمه فعال. آقا فرق نیمه فعال با روشن چیه؟ نیمه فعال بخارات گازی از توش میاد بیرون، ولی مواد مذاب نمیاد بیرون. مواد مذاب برای من مهمند، چون مواد مذاب اگه با گوگرد واکنش بدن گوگرد میسوزه. پس بنابراین حواستون باشه که نیمه فعال هم باشه توی اون گوگرد یافت میشه. به متن یه نگاه بندازید. بلورهای زرد. مفهوم بلور یعنی چی؟ تعریف بلور رو بریم با هم مشاهده بکنیم. بلور، هرگاه اتم‌ها یا مولکول‌های یک ماده به شکل منظم کنار هم قرار بگیرن به اون میگن بلور. خب اگر یادتون باشه اتم و مولکول ذرات سازنده ماده بودن، اگر این اتم‌ها یا مولکول‌ها به صورت منظم کنار هم قرار بگیرن به اون میگن بلور. پس هر ماده‌ای که مولکول داشته باشه به اون بلور نمیگم. ها حواستون باشه، باید بلور ماده من چی باشه؟ مولکولاش منظم باشه، ترجیحاً یه شکل هندسی درست بکنه، مثلا مکعبی شکلی، اون وقت من میتونم به اون بگم بلور. یه ماده دیگه هم بررسی بکنیم. طلا. طلا فلزی درخشان و خالص که در سنگ ها یافت می شود. خب همه تون در مورد طلا اطلاعاتی دارید، خیلیاتون عاشق طلایید، خیلیاتون هم طلا رو دوست دارید. خب تفاوت این دوتا چیه؟ اونا که عاشق طلان طلا رو استفاده میکنن، اونا که دوست دارن خرید و فروش میکنن. چرا؟ چون طلا یک قیمتیه، دو زیباست. پس بنابراین استفاده طلا به این دوتا علتش برمیگرده. اونایی که عاشقشن و استفاده میکنن به خاطر زیباییشه، اونایی که دوستش دارن و خرید و فروشش میکنن به خاطر قیمتشه که توش سود میکنی. پس بنابراین طلا ماده دیگه که تو طبیعت به صورت خالص یافت میشه. حالا
به صورت خالص یافت میشه یعنی چیه؟ نرمه. به خاطر همینه که شما وقتی طلا رو استخراج میکنی خیلی راحت میتونی باش گردنبند، علنگو، انگشتر و خیلی چیزای دیگه درست بکنی یا روکشش بکنی، روی یک سری از مواد بکشیش، چون نرم و شکل پذیره، حالت میگیره، به شکل اون ماده که دلت میخوای در میاد. پس بنابراین طلا نرمه، شکل پذیره. حالا اون طلایی که برمیگردن میگن توی طلا فروشی استفاده میشه، گردنبندی که میخری میگن 24 عیار، 18 عیار و عیارهای دیگه، اونا چیان؟ اونا توش ناخالصی داره. یعنی توی اون طلا از فرایند چی استفاده شده؟ آلیاژ سازی. میان توی طلا چون نرم و شکل پذیره مس و نقره میزنن، ولی کما، نه خیلی زیاد. وقتی که مس و نقره میزنن این استحکامش میره بالا، میزان نرم شدنش میاد پایین، پس دیگه شکلش به راحتی عوض نمیشه. اگه طلا رو به صورت خالص بیان استفاده کنن چی میشه؟ شما یه گردنبند میزی گردنت از طلا، بعد از دو روز که میبینی که گردنبندت افتاده پایین، هی شکل گرفته دیگه، هی به سمت پایین کشیده شده. پس بنابر این طلا رو هم میان آلیاژش رو استفاده میکنن توی طلای زینتی و زیورالات. از مواد دیگه‌ای که باید بررسی کنیم الماس هست که در کنار سنگ‌های آتشفشانی یافت میشه. ما الماس رو فقط میتونیم به صورت طبیعی در کوههای آتشفشان پیدا بکنیم. چرا؟ چون شرایط تشکیل الماس فشار زیاد و دمای بالاست. خب این کجا یافت میشه؟ مطمئناً تو آتشفشان. دما که خیلی بالاه، هرچی هم میرم پایین فشار بیشتر میشه، چون سنگ ها و مذاب های بیشتری روش قرار میگیره. پس بنابر این معدن الماس در جاهایی که کوههای آتشفشانی وجود داره یا وجود داشته. ماده دیگه‌ای که بررسی میکنیم نمک خوراکیه، بلورهایی که در آب دریا وجود دارن. مطمئنا دریاچه قم رو دیدید یا دریاچه های نمک مختلفی رو مشاهده کردید. اینها مخزن نمکن. حالا بعضیاشون که خوش میشن، نمک تنشی میشه، میریم ازشون استفاده میکنیم، بعضیاشون رو نه، میریم خودمون نمک رو از تو آبش استخراج میکنیم. چجوری؟ یه میزانی آب رو بر میدارن از آب دریا، میذارن روی جایی، حرارت میدن، آب بخار میشه، نمک تنشی میشه، اون نمکش رو بر میدارن استخراج میکنن. بعضی جاها هم انقدر نمکش زیاد هست که اون نمک به صورت‌های سنگ‌های نمک خاصی جدا جدا توی کف دریا هست یا اقیانوس وجود داره. شما میتونید برید اونها رو استخراج بکنید. علاوه بر این یک سری کوه‌ها هستن به اسم کوه‌های نمک. کوه‌های نمک نشون دهنده چی ان؟ نشون دهنده اینن که در سال‌های گذشته، مثلا 2000 سال، 3000 سال پیش، آب دریا تا اونجا، تا اون ارتفاع بالا رفته، بعد کم کم که خشک شدن نمک ها تنشین شدن، آدم توی کوه باقی موندن که حالا اون کوه نمک رو برای ما به جا گذاشت. اینجا شما شکل بلور نمک رو مشاهده می کنید. بلورهای نمک مکعبی شکلن. اگر یادتون باشه تو تعریف بلور گفتم بلور چیه؟ بلور شکل منظم یا ترجیحاً هندسی از اتم هاست. الان اینجا اتم ها رو نگاه کنید به چه صورت کنار هم قرار گرفتن، به صورت یک دست منظم بدون حاشیه. پس بنابر این مولکول های نمک خوراکی رو من بهش میگم بلور، چون به شدت منظم، شکل هندسی مکعبی شکل رو هم برای شما درست کرده. پس وقتی که سر سفره نشستید و دارید همینجوری این نمک میریزید رو غذاتون که بسیار زیاد هم برای شما ضرر داره، دارید بلورهای مکعبی شکل نمک رو هی میریزید تو غذاتون و ازش استفاده میکنید. خب مواد طبیعی رو میخوایم با هم بررسی بکنیم. موادی که به طور مستقیم از طبیعت به دست می آیند که برای خالص‌سازی آنها می بایست تغییرهای فیزیکی و شیمیایی انجام دهیم. مواد طبیعی رو تو فصل گذشته هم داشتیم، موادی که تو طبیعت هستن و بدون تغییر ازشون استفاده می کنیم، مثل چوب. پس بنابراین به این مواد میگیم مواد طبیعی. به عنوان مثال فلز آهن از سنگ معدن آنها به دست می آید. من آهن رو کجا میتونم به دست بیارم؟ تا
توی طبیعت. کجا؟ توی معدن آهن. خب این معدن آهن چیه؟ توش آهن خالصه؟ نه، سنگ معدن آهنه. سنگ معدن آهن چجوریه؟ اکسید آهنه. اکسید آهن یعنی چی؟ شما میدونید آهن زنگ میزنه. وقتی آهن زنگ میزنه داخل پرانتز اکسید میشه. زنگ میزنه نه اینکه زنگ بزنه، زنگ بزنه دره، نه، اکسید که میشه یعنی با اکسیژن واکنش میده، به صورت ناخالص تو طبیعت یافت میشه، یعنی واکنشش به صورت ترکیبی از آهن و اکسیژن با هم، که اینو میبرن توی کارخونه خالص سازی میکنن و ازش استفاده میکنن. مواد مصنوعی، موادی که به طور غیر مستقیم و از ترکیب چندین ماده طبیعی به دست می آیند. به عنوان مثال پلاستیک از نفت خام به دست خواهد اومد. توی فصل یک بررسی کردیم مواد طبیعی و مصنوعی رو. مواد مصنوعی موادی بودن که از مواد طبیعی گرفته می شدن، که یک نمونه بارزش پلاستیک بود که از نفت خام استخراج می شد، اون هم در داخل پالایشگاه. خب یه نکته ای رو با هم بررسی کنیم. تمام مواد اطراف ما یا از چندین نوع ماده و یا از یک نوع ماده ساخته شده اند. به عنوان مثال سیم برق از مس ساخته شده و کاغذ از گچ و چوب و نشاسته. خب موادی که اطراف ما هستن یا یه نوع مادن که خالصن، یا دو یا چند نوع مادن که ناخالصن. همونجور که قبلا گفتم بیشتر مواد خالصی هم که ما داریم یا عنصرن یا ترکیب، که بین عنصر و ترکیب بیشتر ترکیبن، و توی مواد ناخالص اطراف ما خیلی زیاده. پس دقت داشته باشید، کاغذ از ترکیب گچ، چوب و نشاسته، اونم کجا؟ تو کارخونه، نه تو طبیعت، حاصل میشه که شما به راحتی میتونید روی اون بنویسید و علم بیاموزید یا نقاشی بکنید و لذت ببرید. اما سیم‌های برقی که تو خیابون استفاده میشه جنسشون از چیه؟ از مس، که خالصه. ماده من هم از نوع عنصره. چرا؟ چون فلزات از نوع تک اتمی بودن.